آقا بالاخره بعد از مدت‌ها یه سریال خوب، بعد از پوستشیر فقط یه سریال خوب اومده بود، دفتر یادداشت، و الانم عفیه تهران رو داریم. و واقعا مرسی از فیلمنت، چون هر سه این سریال ها محصول فیلمنت هستن. چقدر کلمه سختیه، هر سه این سریال ها. حالا قراره که توی این ویدیو بررسی کنیم قسمت دوم عفیه تهران رو. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه اولین بارته که به این چنل سر زدی، علاقه داری به بررسی و معرفی فیلم و سریال، خوشحال میشم که با سابسکرایب کردنت اضافه شی به جمع ما. بریم برگردیم. سلام، محمد علی شیرزاد هستم. خوش اومدید به چنل خودتون شیرزاد فیلم. قسمت قبلی این سریال رو بررسی کردم که توش نکات مهمی رو بهش اشاره کردم. پیشنهاد میکنم که اگه ندیدید، لینکش میاد این بالا، اول اون ویدیو رو ببینید و بعد بیاید سراغ این ویدیو. دارم بهت میگم سیاست های اینا فرق کرده، اینا نتونستن جا رو بگیرن، میخوان فیلم ما رو بکنن تومه قاتلشون. خب همین اول خیلی کوتاه در رابطه با تجربه‌ای که با دیدن این دو قسمت سریال داشتم بگم. همین قسمت دوم، یعنی من انقدر همراه شده بودم با کار که میگفتم لطفاً تمام نشو، خواهش میکنم الان تمام نشو، و وقتی هم که تمام شد واقعا ناراحت شدم. و یه خواهشی دارم، این سریال مثل گناه فرشته نیست که پوچ باشه، که بخواد همه چیز رو بیاره توی دیالوگ، که توی دیالوگ هم موفق نشه، همه دیالوگاش لوس بشه. واقعا اینجا همه جزئیات مهمن، و خواهشم اینه که مثل دفتر یادداشت، مثل پوستشیر، این سریال رو هم با دقت بیشتری تماشا بکنیم. و من دیدم واقعا اینجا توی این قسمت حتی یه حرکت کوچیک ابروی یه بازیگر هم فکر شده است، یه حسی رو میخواد منتقل کنه، یه دیالوگی رو حتی میخواد منتقل کنه فقط با اون حرکت ابروه. امشب اگه نتونیم رأی اینو برگردونیم فیلم خوابیده بدبخت شد. نکته یه باگی به نظرم وجود داره. یه جای پیمان معادی به پلیس گفت که الان ما تو مرحله پیش تولید هستیم و امکان اصلاحیه اساسی وجود نداره. تو مرحله پیش تولید کدوم داستان هستید؟ مگه قرار نیست داستان عفیه تهران رو بسازید؟ خب هر فیلمی یه شروعی داره، یه پایانی. شروعش رو که داریم، پایان فیلم شما کجاست؟ یعنی به چه پایانی رسیدید که الان فیلمنامه رو بستید و رفتید سراغ پیش تولید؟ این به نظرم یه باگیه که الان وجود داره و نمیفهممش. اگه فکر میکنید اشتباه میکنم حتما بهم بگید. من به شما اجازه نمیدم فیلمی بسازین که توش پلیس رو خیلی ناتوان جلوه بدین. یه چند تا سانسور هم تو اون سکانس اتفاق افتاد. توی تیزری که از سریال منتشر شده بود یه دیالوگی گفته میشه که من بهتون اجازه نمیدم که با فیلمی که میخواید بسازید پلیس رو ناتوان بخواید جلوه بدید. کلمه پلیس استفاده شده بود، ولی توی این قسمت دیدیم که صداگذاری شده، دوبله شده و به جای کلمه پلیس کلمه ما رو استفاده شده. یعنی اجازه نمیدید که ما رو بخواید ضعیف و ناتوان جلوه بدید. یا حتی جلوتر تهیه کننده به آرمان میگه که این پلیس آدم خوبیه، ولی اینجا هم باز دوبله شده و گفته که این اسمش آورد، اسمش چی بود؟ جودیه آدم خوبیه. یا بازم جلوتر یه سانسور دیگه داریم، اونجایی که میگه همینا قراره بهمون مجوز بدن. اونجا باز مشخصه که عوض شده، اینکه قبلا چی بوده رو دیگه نمیدونم. توی این قسمت اسم طناز طباطبایی و امین حیایی میاد، ازشون دعوت میکنیم که توی دور همی شرکت. دور همی یادتونه چه خفن بود؟ من دوست داشتم واقعا. حالا آره، اسم طناز طباطبایی و امین حیایی اومد. گفته بودم قبلا که امین حیایی قراره که توی سریال باشه، قراره که حضور داشته باشه و نقش خودش هم بازی میکنه، ولی خبر خوش این که مثل اینکه طناز طباطبایی هم هست دیگه. عالی. توی سخت‌ترین شرایط زندگیت یهو تصمیم گرفتی بچه‌ت هم که ارتباط خوبی باش نداری کسی خودت نگردی. تو بررسی قسمت قبلی گفته بودم که من احتمال نمیدم که پیمان مادی، همین آرمان بیانی، عفیه تهران باشه و یکی دیگه است، و احتمال اصلا معما یه چیز دیگه است. و توی این قسمت دیدیم که حالا تو که گفتن عفیه تهران دستگیر شد و یه خورده حالا بازی خوردیم توی قسمت اول، و یه دیالوگی هم توی تیزر شنیده میشه که میگه ما تنها راهی که داریم اینه که آخر کار عفیه تهران در بره. این دیالوگ به نظرم از دو جهت میشه بررسی کرد. اول اینکه خب اینا اومدن اصلا به این دلیل دیالوگ گفتن که داستانشون، یعنی فیلمنامه‌شون جلو ببرن، یعنی توی فیلمنامه‌شون عفیه تهران در بره. ولی دومی که به نظرم احتمالش زیادم هست اینه که اینا در نهایت یه کاری میخوان بکنن که عفیه تهران در بره، که از این ور کارشون درست در بیاد. که باز میرسیم به همون جمله‌ای که توی قسمت قبلی گفتم که احتمالاً آرمان بیانی و عفیه تهران یه جا به هم دیگه میرسن و با هم دیگه ارتباط میگیرن و شاید حتی همکاری هم بکنن. البته یه پلان وجود داشت که من رو در رابطه با همه چیزایی که گفتم یه خورده به شک میندازه. اون خنده عجیب غریب از سر رضایت که دوربینم کلی روش تمرکز داشت، اگه بخوایم پیچیده نگاه کنیم این خنده یه تئوری میتونه ایجاد کنه که اصلا اینا همدیگر رو از همین الان هم میشناسن، و این خنده از سر رضایت این بود که ایول نقشمون گرفت. حالا مثلا شاید
یکی دیگر رو گرفتن به عنوان عفی تهران، یه تومه اصلا فرستادن اونور، یا اینکه اصلا شاید به قولی که الان گفتیم خود آرمان بیانی عفی تهران باشه و این خنده باز از سر رضایت باشه. ولی من به نظرم ساده تر از این حرف هاست، انقدر پیچیده نکنیم قضیه رو. این خنده میتونه از سر این باشه که ایول گرفتنش و حالا میتونیم داستانمون رو با اطلاعات و جزئیات بیشتری جلو ببریم. یه چیزی که خیلی دیدیم توی این دو قسمت پلان‌هایی بود از ایستگاه مترو تئاتر شهر و کلاً اون فضای اطرافش، به نظرم مربوط میشه به همون اسمی که کار داره عفی تهران و میخواد فضای اون تهران رو به ما نشون بده و خود اصلا تئاتر شهر رو فضاهای هنری هم که داره نشون میده به هر حال مربوط میشه به لایف استایل اصلا این شخصیت اصلیمون و برای اینه که فضا رو بسازه. هر موقع که وارد اون کلاس درس آرمان بیانی میشیم یه طوری چیده شده که برای من مخاطب هم یه مقدار حالا کلاس درس باشه اندازه خودش. مثلا تو این قسمت اشاره کرد به اون واژه‌ای که مقابل سیاه‌نمایی استفاده کرد، سفید نمایی، تعریفی داد و یه نقدی هم حتی زد به تلویزیون ایران که همه چیزو میخواد گل و بلبل نشون بده. یه تعریفی کردیم از پلتفرم ولی نمیشه که نقدش هم نکنیم. جناب فیلمنت عزیز، برادر عزیز دل، شما که انقدر ارزش قائلی برای مخاطب و این همه کار خوب ساختی و داره به ما ثابت میشه که از این نظر ارزش قائلی برای مخاطب، از اون نظرم ارزش قائل شو و وسط برنامه هاتون، وسط سریالاتون، وسط کاراتون تبلیغات پخش نکن. برادر وقتی که اشتراک میدیم نباید تبلیغ ببینیم. مسیر اشتباهی که فیلمو رفت رو لطفا شما هم نرید. اگه میرید دیگه انتظار این که مخاطب باید کار قانونی ببینه انتظار جالبی نیست به نظر من. این سریال خیلی رو مسائل روانشناسی داره مانور میده و به نظر من از طریق همین قضیه اتفاقا تونسته به دیالوگای خیلی خوبی هم برسه. صحبتایی که پیمان مادی جلوی سحر دولتشاهی داشت در رابطه با همسرش خیلی مسائل عمیقی بود به نظرم، که جالبه که کسی که مراجعه کرده به درمانگر خودش به اندازه کافی میفهمه و درک میکنه و تحلیل داره از اتفاقایی که تا الان براش افتاده و اصلا یه جوری بود تو این دو قسمت که انگار اون آدم درمانگر منفعل تر بود. و روک بخوام بگم دیگه با دیدن قسمت دوم یه حس خوبی ندارم به بازی سحر دولتشاهی. میدونم که انقدر منفعل بودن رو نوشتم براش ولی خب تو بازی حداقل من انتظار داشتم یه مقدار متفاوت باشه. خود مثلا پیمان مادی خیلی راحت داره بازی میکنه جلوی ایشون ولی سحر دولتشاهی خیلی خشک و نمیدونم خیلی سفت و سخت یه جوری نشسته، انگار مثلا درکش نمیکنم الان، شاید حالا دلیلشو بعدن بفهمیم ولی الان اونقدره برام جالب نیست. یه کاشتی هم داشتم برای آینده که میتونست اینو برسونه که قراره این دو نفر به هم دیگه علاقه مند بشن. کجا؟ اونجایی که پیمان مادی داشت میگفت چیزی که نمیتونم بپذیرم از دست دادن زنی بود که وقتی من داشتم حرف میزدم به من نگاه میکرد و من گوش میداد و حرفای من براش مهم بود. کات سحر دولتشاهی دقیقاً داره همین کارا رو انجام میده. سکانس مهم دیگه‌ای که وجود داشت اونجایی بود که رفتن در خونه اون سرمایه‌گذاره که دانیال یه ورسی داشت میگفت میدونم خیلی فقیری و فقط پول داراییت. یکم به این جمله فکر کنید، دقیقاً اصلا والله این آدم و امثال این آدمه که اینجوری هن. حالا دور از اصلا این قضیه که هستن آدمایی این شکلی با پولی که دارن بدون هیچ شناختی واقعا از سینما وارد سینما میشن تا یه اعتباری کسب کنن. و یه چیزی که برای من مهم بود تو این سکانس این نبود، این بود که ما آرمان بیانی رو با همین دو قسمت کاملا شناختیم که آدم روکیه و شوخی نداره، شوخی میکنه ها، منظورم اینه که حرفش راحت میزنه، زیر بار حرف زور نمیره. ولی خب اینجایی که لنگ این آدم بود، وقتی این آدم هر توهینی که میتونست رو بهش میکرد سکوت کرده بود. اونقدر هم عجیب نیست، این مثالو قبلا هم زدم، یه آدم 2.5 متری با 120 کیلو عضله وقتی بیفته یهو دنبالت طبیعتا شما فرار میکنی، جلوش وای نمیستی. اما چه زمانی وای میستی؟ مگه اینکه مثلا اون آدم دنبال بچت هم افتاده باشه، اون موقع است دیگه بچه رو یه گوشه فراری میدی وای میستی جلوش، حالا هر اتفاقی که میخواد بیفته بیفته. دقیقاً اتفاقی که اینجا افتاد و پیمان مادی بچه رو گفت برو و به خاطر اینکه داشت به بچه‌م توهین می‌کرد جلوش وایساد. خیلی برام جالبه که بعضی از موقعیت‌ها شعاری نشده. مثلا تو اون سکانس آخر که پسر آرمان بیانی خرابکاری کرد و شلوارشو کثیف کرد، من فکر می‌کردم اینو تو هر فیلم دیگه‌ای می‌دیدم، توی هر سریال دیگه‌ای می‌دیدم احتمالاً یه خورده می‌گفتن که بابا چقدر لوس بود. ولی اینجا واقعاً تاثیرگذار هم بود و دمشون گرم و واقعا آفرین به این پسر که تا الان ثابت کرده بازیگر خوبیه. فقط به این فکر میکنم کش منه تو یکم آقل جد. خب شما هم حتما نظرتون در مورد قسمت دوم عفی تهران و این ویدیو
توی کامنت ها برام بنویسید. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. بررسی قسمت اول این سریال اگه ندیدید پیشنهاد می‌کنم که حتما ببینید. نکات مهمی رو بهش اشاره کردیم. دمتون گرم، فعلا.